خب نه، اینجوری نمیشه. من باید بارکد حرف بزنم. با این چیزایی که میگی باید هم حرف بزنه. بابا چرا باید بهت دروغ بگم آتی؟ احساس میکنم شب تولد خیلی گیر بود، احساس خفگی بهم دست داده بود. آخه نمیخوام دل آرکوتم بشکنم، چطوری اینو بهش بگم؟ خیلی رو راست بهش بگو، بعد برداشت نکن. من تو با هم ربطی نداری، خودت به اینجور آدم رو میدی بعدش سوار سرت میشن. وقت تلف نکن، زود باش. البته خب اینجوری بهش نمیگم، اما دیگه وقتشه حرف بزنی. آره میتونه یکم مؤدب‌تر باش. بگذاریم، بیا یکم بریم بالکن، من یکم هوا بخورم. ای دختر مهربون خوشقلب من، خودتان را آرام کنید، مغزتان به حرف شما گوش خواهد داد. بله که خیانت نکردم، اون حساب نمیشه. داداش چی کار داری میکنی؟ خب داشتم خودم آروم میکردم، کم بوده بود مغزمو گول بزنم. مغزو بیخیال شو، بیخیال شو، تا نتونی دلتو گول بزنی به هر حال بشین با حرف دارم. آه جدی هستی؟ گنجه بده به من، بده به من. بیا بریم، وضعیت استرالی استرالی بود. وایسا 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 تاتا آفرین. بیا 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 بریم، بیا بریم. مطمئنی؟ ببین بعدش به خاکی زدم و تو گل افتادم و این کار به خاطر تو کردم؟ نداریم. نه 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 نداریم. این حرفو با عقل سالم دارم میزنم و میگم که سوالای جوی سیاهو به خاطر خودم و با رضایت خواسته خودم میخوام جواب بدم. باشه داداش، من دیگه گناهی ندارم. میپرس. دلسوزی موقوف. آماده. مستقیم بپرس. ماده اول. چش چرونی؟ در بارها گشتن و حال کردن و از هر گلی اثر گرفتن، آیا در اینها کمبودی احساس میکنی؟ داداش من جواب این سوالو میدونم. اینم میدونم تنها کسی که خر شده من بودم. تو بازم جواب بده داداشی. بله که کم شده، همچین سرگرمیایی ندارم، صفرم، حتی منفیم. به فکرم هم نمیاد، یعنی اگه بخوای با زور منو ببری من نمیام تا این حد. شوت کرد و گل زد. ما هم همین چیزا رو تو کرم میخوایم ببینیم. وای قنچه چطوری بوسید تو رو؟ یه بار دیگه هم بگو، مخصوصا اون قسمتی که دستشو گذاشت دور کمرت. دختر نخوا که چند بار بهت بگم، میبینی که هیجان زدم. اون لحظه دوباره برام تداعی میشه، به خدا میافتم بیهوش میشم. باشه بابا آروم باش، اون قبلا هم تو رو بوسیده، اولین بارتون که نبود. البته آره، اما این فرق میکرد. انگار رو ابرا وایساده بودم، انگار پاهام چند متر از زمین فاصله داشت. دختر دقیقاً عین صحنه تو فیلما بود. خب یه سوال دارم، حسودی کرد که اومد؟ بله. وای صدا داشت، من که هنوز سوالی نپرسیدم. چون میدونم چی میخوای بپرسی، میخوای بگی بهش حسادت میکنی، منم میگم عین یه حیوان بهش حسادت میکنم. آره حسادت میکنم. باشه تموم شد، بریم سوال بعدی. اونو دقیقاً تو خوابت میبینی؟ داداش به اینجوری جواب میدم، من هیچ وقت خواب و اینا نمیبینم، همین که سر رو بالش بذارم خوابم میبره، اما از وقتی با عایشه ازدواج کردم خوابای دنباله دار میبینم. داداش این ستاشم تیک خورده، میدونی که این معنیش چیه؟ نه عاشقه، عاشق و دلخستت شده عزیزم. یه بار دیگه هم بگو عاشقه. وایسا وایسا چیزی نگو، هنوز هیچی مشخص نیست. مطمئنی نیست؟ خب من نمیتونم مطمئن باشم، تو چطوری میتونی اینقدر مطمئن باشی؟ میتونم مطمئن باشم چون مگه این بهتر از تو میتونه پیدا کنه؟ خوشگلی، باهوشی، فهمیده‌ای، یعنی مثل من نیستی. چه میدونم، اینکه مثلا بخوای بدونی کی پیام داده، گوشیو بگیری و چک کنی، چه میدونم مثلا هی بخوای گیر بدی، بخوای تو ذوقش بزنی، تو از این کارا نمیکنی. وایسا ببینم چی شده؟ حالا چرا اینجوری گفتی؟ یکم از کارم پشیمونم، به نظرم یکم زیاده روی کردم. بگذاریم، برگردیم سر بحثمون. چی میگفتیم؟ مطمئن بودم داداشون، کل مسئله همینه، مطمئن بودن یا مطمئن نبودن. اگه به اینم بله بگی بپرس ببینم. بپرسود باش. ماده چهارم، با دوستای اون دوست میشی یا نه؟ با دوستاش و خانوادش هم دوست میشی یا نه؟ و اونا رو دوست داری یا نه؟ هی جوونا چی کارا میکنین؟ ببین اینجا بدون من دارید حال میکنین. ای نقلا.
اینجا چه خبره؟ خیر باشه. کجا میای پسر؟ نه یه جلو. وای خدا. آره دوستش دارم. خدای من چه شده کرم جون؟ چایی ها رو که جدیدن دم میکنی و دارم میگم. آه خوشمون اومد. من برم. شما یکم عجیب غریب شدید اینجا. زیاد احساس امنیت نمی کنم. بهتره برم بیرون. خدای من این روزا رو هم دیدیم. آره به همه گزینه ها بله گفتی پسر. باشه باشه ادامه نده الان اشکمو در میاری. پس سوال اصلی رو پرسیدم داداش. میخوای چی کار کنی؟ بهش میگی؟ بله بی زحمت بگو دیگه بگو. ببین دیگه کم مونده. همینجا مینویسم الان وقت اعترافه. خب من چی کار کنم؟ خب اون یه قدم به طرف من برداشت. به نظرت منم باید یه قدم به طرف اون بردارم؟ نه 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 باید صبر کنی اون بیاد. تو اینجوری تکیه میدی و اون میاد و عشقش رو بهت اعتراف میکنه. این اعتراف حق توه. آره آره خیلی باید رومانتیک باشه. خیلی هم تجملاتی. آره خب خوش و خالی که نمیشه. ما باید چیکار کنیم؟ داداش در موردش فکر میکنیم. الان به مغزمون رجوع میکنی و یه چیزایی هم پیدا میکنی. پیدا میکنیم نه؟ حتما. خیلی دوست داشتم وارد زندگیمون نشی. یعنی واقعا کرم همچین کاری کرده؟ برک اون پسره که اومده بود خواستگاری. آیشه خیر باشه. تو کی هستی داداش؟ من کیم؟ بذارید آیشه بگه من کیم. آیشه دختر من کیه؟ زود باش آیشه بگو دیگه بگو من کیم. زندگیمونو نابود کردیم کرم. تو چطور وارد این بازی شدی؟ چطور این دختر رو وارد خانواده کردی؟ بهت التماس میکنم خواهش میکنم دلتو به این دختر نسپار. خدایا به من کمک کن. چطور میتونم بفهمم؟ مامان جون ببین گفتیم که ما قضیه دفعه پیشمون رو فراموش کنیم. ما هم فراموش کردیم.
خانم دکترم دستش درد نکنه، خیلی آدم خوبیه. ببین حالا ما از هر چی که دلمون میخواد حرف میزنیم، خب چون ما اینجا نه برای قضاوت بلکه برای فهمیده شدن اومدیم. هر چی تو دلمون باشه؟ بله هر چی که توی دلتون هست. تا برسیم اینجا یکم عجله کردیم، یادم رفت گوشت رو گازه، یادم نیست که سر قابلمه رو گذاشتم یا نه، نکنه گربه بره توش هدر بره. به خدا از اون موقع به این فکر میکنم. مامان جون اینطوری نه، یعنی خانم دکتر در مورد رابطه ما ازت سوال میپرسه، تو هم دیگه بدون رو دربایسی، یعنی بدون چیز، هر جوری که دوست داری بدون ترس جوابشو بده. ملاحت خانم ازتون خواهش میکنم که نظرتونو در مورد این که چرا آقا رضا و نظمیه خانم با هم نمیسازن با ما در میون بذارین. بگو مامان جون، هر چی تو دلت هست و بگو. پس دیگه هر چی تو دلمه رو میگم. ببینی پسر من رضا از وقتی با این خانم ازدواج کرده از نکن نده ساکت وایستا خسته نشده. به خدا من یکی خسته شدم، این نمیدونه کجا و چطوری حرف بزنه، اصلا نمیدونه عیب یعنی چی. حرف هرچی که باشه هی میچرخونه، موقعی که نباید بزنه میزنه. بعد از اونم این بوزه یه دنده است، به سفید میگه سیاه، این یه همچین دختریه. خب فکر میکنید آقا رضا اصلا تقصیری ندارن؟ آها منم میخواستم همینو بگم، از من بیشتر اون میکنه. نه رضای من چه تقصیری داره؟ رضای من خیلی مهربونه، مثل فرشته هاست. اینم مثل پرستارا هی رگ عصبشو پیدا میکنه. بیا دیگه دارید میبینید، شاید من با رضا میخوام آشتی کنم، دعوا کنم، بحث کنم، این اینجوری میاد وای پسر قشنگم، پهلوونم، پسر خوشگلم، فلان بهمان، میره رو اعصاب منو، مرد عین پهلوونم از من دور میکنه. دختر نظمیه تو اگه بلد باشی چطوری رفتار کنی، این چرا باید باهات این کارو کنه؟ آره مگه من عروسه که خیمه شب بازی ام، از اون بپرسم چطوری باید حرف بزنم؟ بس دیگه ای بابا، اگه شما با هم دشمن این چرا دعوا میکنی؟ تو دوستی دیدی که همیشه بگه تو مقصری؟ تو دشمن همه راستی ها هستی نظمیه. در از تو عقل نداری که فرق بین درست و اشتباه رو نمیدونی. چی؟ کی عقلش رو از دست داده؟ جنابالی عقل مادری کردم مادری. تو چه برای رفتار این که میکنی؟ تو میخوای چی کار داری؟ ببین با پسرم چه کار کردی نظمیه؟ نظمیه خانم پسرم خوشگل هم داری کار کردی؟ مگه من دیرش کردی نظمیه؟ دیرش کردی؟ واقعاً که من انتظارشو نداشتم. یه سوال دارم، تا حالا بهش فکر کردی که این کارو بکنه، اینجوری بگه دوست دارم و اینا، تجسمش کردی؟ ببین راستشو بگو. نه بابا هیچی تجسم نکردم، حتی بهش فکرم نکردم. خوب کاری کردی، چون نباید از کرم انتظاری داشته باشی، یه موقع نمیشه تو ذوقت میخوره. وا چرا؟ خب چه میدونم، آخه به نظرم اصلا آدمی نیست که بخواد کارای رمانتیک بکنه، برای همین. کرم رمانتیکه، حتی یه بار میدونی چی کار کرده بود؟ یه بار ما رفتیم پیش روانشناس، من اونجا یهو شروع کردم به گریه کردن، اونم با دستاش اشکامو پاک میکرد. چه خوب. حتما یه چیز خوب پیدا میکنه، اصلا پیدا کرده. چیزی به فکرت رسید؟ تو چی؟ یه ساعته دارم فکر میکنم، هیچ فکر منطقی به فکرم نمیرسه. داداش این تویی که زنها رو خوب میشناسی، خودت یه چیزی پیدا کن. استرس گرفتم، هیچی به فکرم نمیرسه. آره خب درسته، اما من که تا حالا تو زندگیم اعلام عشقی نکردم، تنها کارم این بوده که اون روزو به خیر بگذرونم، یعنی منم نمیدونم اعتراف به عاشقی چیه و چطوری انجام میشه. خب پس فقط یه راه داریم داداشی، میری جلوش، همه ی جسارتتو به خرج میدی و مستقیم بهش میگی. مستقیم؟ بله. یعنی غذای میزی چیزی نباشه؟ نه داداشی، ببین اینجور کارا آدمایی مثل ما رو هول میکنه، جسارت خودتو جمع کن و یوهای همه ی حرفاتو بهش بزن. آخه اینم خیلی کلیشه‌ایه. خب آخه داداش بپرس چرا به کلیشه کلیشه میگن، ببین از کلیشه پرسیدن چرا کلیشه‌ایه. گفته همیشه میگیره، برای همین باشه میدونم. آره داداش، یعنی تو به هر حال به کسی که باهاش ازدواج کردی میخوای اعلام عاشقی کنی، همین؟ آره چرا که نه، ببین این فکر خوبیه. آره آره از این خوشم میاد، از همین کلیشه ها استفاده میکنیم، بالاخره بزرگامون یه چیزی میدونستن. هر جا موقعیتش بود سریع همه چی رو اعتراف میکنم. آره آره این سوسول بازی کار ما نیست. باشه خوبه، طبق معمول همیشه حق با ما. کرم تو کجایی؟ اینجا؟ همه جا دنبالت گشتم، زود باش تصمیم بگیریم، آمریکایی منتظر خبر بدیم. کدوم تصمیم؟ خدای من یادت رفته؟ بچه هم اگه قرار نیست چهره 5 سال شرکت رو انتخاب کنیم؟ بابا خیلی مهمه، یعنی قرار 5 سال تبلیغات شرکت رو با این شخص پیش ببریم. خب ما دنبال یه راهکار مهم در مورد موضوع مهمتری بودیم. خدا رو شکر یکی هست که کار کنه، من به خاطر شما فقط 2 تا رو انتخاب کردم. اگه میخواید یه نگاهی بندازیم با هم تصمیم بگیریم. اوف
این سمت راستی اصلا منو ندیده. ببین باز چیکار میکنم. بابا واقعا من آدم بشو نیستم. اینا رو از جلوی من بردارید. من نمیخوام عکس هیچ زنی رو اینجا ببینم. کرم ببین، من از این خوشم اومد. یعنی هم صورت معصومی داره، هم در این حال خشنه. یعنی هم قدرتمند، هم یه جورایی شکننده به نظر میاد. اونجوری که میخندی احتمالا انتخاباتو کردی؟ خب ماما جون، وقتی گفتی همه چی تقصیر نظمی است، منم کنترلمو از دست دادم. وگرنه هممون آدمیم، اشتباه داریم، میرنجونیم. آره خب نظمیه، مگه میشه نباشه؟ همه ما آدمیم. خب وقتی تو یه کاری میکنی رضام عصبانی میشه، منم برای همین چیز کردم. یه بگیر بابا، من دارم سعی میکنم با آداشتی کنم، تو چی داری میگی؟ بابا بس نظمی، اینقدر همدیگر رو محاکمه نکنین، مگه اینجا دادگاهه؟ اینا همین جوریان خانم دکتر. به خدا منم موندم بین اینا، نمیدونم چی کار کنم. یه موقع میان با هم بحث میکنن، یه موقع جیک تو جیکن. یعنی مثل دو تا دوست که رویاشون رو با هم در میون میذارن؟ راستش دوستیشون جوریه که نمیتونی بفهمی، اصلا معلوم نیست سر چی تفاهم ندارن. بله. خیلی خوب، اون موقع توی این جلسه سعی میکنیم همدیگر رو از یک راه‌های دیگه‌ای بشناسیم. دوستای خوب به همدیگه روحیه میدن. حالا از چیزایی حرف بزنید که همیشه میخواستید انجام بدید اما نتونستید. من دوست داشتم یه خونه داشته باشیم، من و رضا و بوسه. دوست داشتید چطور خونه داشته باشید؟ خب یه پنجره خیلی بزرگی داشته باشه، از سقف تا پایین. بعد از اون یه آشپزخونه خیلی خوشگل داشته باشه. من تو هر اتاق یه رادیو بذارم. تو حمومش وان داشته باشه. تو اون وان یه بار رضا منو کیسه بکشه، یه بارم من رضا رو کیسه بکشم. بعدش دوباره اون منو. نظمیه. بعدش هم دوست داشتم بدون اینکه کسی بگه اون جات بیرونه، اون کوتاهه، تو خونم با خیال راحت بگردم که اونم عمره. خیلی خوب. ملاحت خانم، شما چی؟ من از اون تلفن همراه هستن، چی میگن؟ روش یه دوربین خیلی کوچولو داره. البته بلد نیستم ازش استفاده کنم. کاش یکی بود ذهنمو باز میکرد، به هم یاد میداد چطوری استفاده کنم، بعد میبست. بعد منم میتونم با اون فیلم ببینم، برم تو فیس عکس بگیرم، بفرستم برای دوستای محلمون، بعدم با هم دیگه حرف بزنیم. من فقط اونو میخوام. خدا رو شکر همه چی دارم، چیز دیگه ای نمیخوام. نوبت شما های آقا رضا، بفرمایین. نه من ندارم. چطور نداری؟ مگه آدمی هست که رویا نداشته باشه؟ خب من ندارم خانم دکتر. آقا رضا، میدونید که همه رویاپردازی هایی که انجام میدید میتونه برای مبارزه با سختی های زندگی مثل یه کلید عمل کنه. برای داشتن روحیه متعادل و درک خوب این دنیا نباید نادیده گرفته بشه. شاید یه چیزی که خیلی وقت مونده تو دلتون، هوسی که از بچگی یا جوانی درونتون مونده باشه، کاری که میخواستید بکنید اما نتونستید، یا یه رازی که اون موقعها نتونستید به هیچ کس حرفی بزنید. آقا رضا، اینجوری فکر کنید، این چیزی که هرچی که میخواد باشه با گفتنش نشون میده که میخواید باهاش رو در رو بشین. البته کار راحتی هم نیست، چیزی که نیاز به جسارت داره، کاری که آدمای جسور میتونن انجامش بدن. یعنی اینکه از زبون خودتون بخوام حرف بزنم، اصل مردونگی اینه که سینه‌شو سپر کنه و بدون ترس و هرچی که توی دلش هست بگه، نه اینکه قایم کنه. رقص. دوست داشتم برقصم. نای، یعنی ما شام کجا میخواییم بریم؟ دخترم، تو دوست داری کجا بری؟ کاش ماهی نباشه، این روزا حالمو به هم میزنه. آی، بذار یه جوری به بابات برسونیم، چون اون به فکرش نمیرسه. تو هم خیالت راحت بشه. جونم هولیا. عزیزم، این روز ماهی خیلی حالمو به هم میزنه. ماهی؟ آه باشه، من پیامو گرفتم. خب به جانان میگم ماهی درست نکنه، موقع سرخ کردن بوش میخوره به دماغ دوف. آره به جانان بگو. خب ببین، گوشت میشه، سبزیجات میشه، مرغ هم میشه، با اونو اصلا مشکلی ندارم.
ها باشه. هولیا من باید قطع کنم. خب خیلی کار دارم. آقا سمد. تشریف آوردی؟ آقا نجاتی الان میام. ما منتظر شما بودیم. همونطور که خواستیم. باشه. آخ سمد جون، پس من زیاد مزاحمت نمیشم، کار داری، همه چی خیلی خوب و شاهانه باشه. خب باشه ملکه، برو به سلامت، فعلا من رفتم. وای این میخواد یه جشن خیلی بزرگ بگیره، منم بیکار نشینم، یعنی چی کار کنم؟ وای چی بپوشم؟ نجاتی یه گل درست حسابی خریدید دیگه، مگه نه؟ نمیخوام عمده فروشا پشت سرمون بخندن. ببین یه چیز متواضعانه میخریدید و میذاشتید دقیقاً وسط. نه آقا سامد، من به گل فروش گفتم گل مخصوص جلسه میخوام. خوبه، خیلی خوب، پس بری. وقتی ما جوان بودیم یه داداش امرا داشت. ها آره میدونم میدونم، یادم اومد. تو عمران کافر رو میگی؟ ببین موهای خیلی زردی داشت، اینجوریش میکرد، موهاشو همیشه سیخ میکرد، مثل اردکا میشد. تو ما همیشه به اون امرا کافر میگفتی، ما پادشاه دیسکو بهش میگفتی. خب اون موقع رقص برک مود بود، اونم خیلی خوب میرقصی. ببین رو سرش دور میزد، یه بار 5 دقیقه میچرخید. من اوایل کم کم ازش تقلید میکردم، اما خب بعدش شیوه خودم رو پیدا کردم که بعدش هم از من تقلید میکرد. خب دیگه با داداش امرا عروسی به عروسی و آره دیگه، کوچه به کوچه با هم میگشتیم و از این رقصا یاد میگرم. ها آره تو با اون خیلی میگشتی، حتی یه بار حاجی دایی از بابات شاکی شد که چرا پسر داره با امراه کافر میگرده، نکنه اونم میخواد کافر بشه. الان یادم اومد. آره خب داداش امرا خیلی آدم خوبی بود، خیلی با معرفت و آدم معرکه‌ای بود. راستش وقتی من با اون میرقصیدم همه درد و غصه و ناراحتیامو فراموش میکردم. بابام نمیخواست، یعنی خوشش نمیومد، از من خجالت کشید، گفت با ما جور نیست. منم رفتم قهوه خونه، جاکتم آویزون کردم. از اون روز تا حالا دیگه حتی با موزیکم قهر کرد. خب دیگه همین. کرم نمیتونی بگی باید حرف من باشه و بذاری بری. نه میرم، الانم رفتم. جیدا داداش یکم آروم باشید. خب ها دوستان، شما به کارتون برسین، در مورد یه موضوعی یکم اختلاف نظر دارن، همین. متوجهی داری چی کار میکنی؟ بله متوجه. عایشه چهره مودامو میشه، نقطه. متوجهی واقعا؟ چطور میتونی دختری که 3 ماه بعد قرار ازش جدا بشی رو چهره مودامو کنی؟ بابا ما یه کار 5 ساله میخواییم انجام بدیم و دختر از زندگیت قراره بره بیرون. خب دیگه اونجا شکم نامل. دارم حرفه‌ای فکر میکنم جیدا، مگه عایشه تو آخرین تبلیغاتمون موفق نبود؟ در ضمن داره این کار حرفه‌ای هم انجام میده، درسته؟ الان خیلی از برنده اونو میخوان، ما چرا نکنیم؟ وقتی ما همچین شخص با ارزشی دستمون داریم چرا باید از دست بدیم؟ امکان نداره. چرا امکان نداره؟ انتخاب جدیدمون یکی از خودمونه، اما متفاوت‌تر. ها؟ بگو. خب خودت گفتی اینه که هم معصومه هم خشن، مگه نه؟ هم قدرتمند و هم شکننده. خب این عایشه است، تمام، همین که گفتم. برو. اما یه چیزی باشه. رو فراموش کردی، تو دیگه رئیس من نیستی، هر دوتامون یه سمت داریم. باشه باشه این کارو بکنیم، تو انتخاب خودتو، منم انتخاب خودمو میفرستم برای عکاسی، میذاریم نماینده هامون این تصمیمو بگیرن، هر کی انتخاب خودشو آماده میکنه و ازش عکاسی میکنه، بعدش هم اینا رو به 6 نفر از نماینده هامون ارائه میدیم، اونام نظر خودشونو بیان میکنن. به هر حال محصولات اونا رو هم به فروش میرسونیم، مگه نه؟ این در عین حال چهره برند اونا هم خواهد شد. اونا هم نظر خودشونو بگن، انتخابشونو بکنن و یکی برنده و یکی بازنده میشه، اما آخرش کسی نباید گریه کنه. با این موافقی؟ به نظر من ریسک بزرگی کردی جیدا، تا اینو نگیره ول کنه داستان. خودش میدونه، در ضمن من فقط به فکر کار نبودم، به فکر آینده من بودم. یعنی چی؟ داداش هر پیشنهاد کاری که عایشه میگیره رو نمیتونم بازی کنم با اون پیشنهادهای عجیب غریبشون.
صحنه بوسه و این چیزا. 5 ساله همینجا قرارداد می‌بندم. توی قراردادم یه ماده می‌ذارم که تو هیچ پروژه‌ای نباید کار کنه. اینجوری فکرم آرومه. تو این مدت درسشم تموم می‌کنه. بعدش هم که دیگه بچه میاد تو 5 سال دیگه کی مرده کی زنده است داداش. وای شیطون. بچه مچه هم می‌خوای آره؟ هم کار هم عشق از دست تو. ببین راستی از عایشه نپرسیدی اگه بگه نه چی میشه؟ همه چی کنسل میشه؟ اون حتما قبول می‌کنه. حالا می‌بینی. حتما قبول می‌کنه. بیا. اینا دارن میان اینجا یه خیالتی شدن. دختر اگه بخواد اعتراف کنه چی؟ یعنی حتما انا... طاقت نمیاره. ها گونچه چطوری؟ خوبم ولکان، تو خوبی؟ خوبم. شما تموم شدین؟ آره آره موضوع مهمی. موضوع مهمیه آره. ببین عایشه، من زیاد بهش فکر نکردم، تو هم زیاد بهش فکر نکن و سریع به من بله رو بده، بقیهش رو با هم بعدم حل میکنی. یعنی الان همینجا؟ آره آره همین الان. خدای خودت ظهور کن. باشه گوشم با توه. چهره مودامو میشی؟ بله. دیدی بهت گفتم سریع قبول میکنم. گفت چهره مودامو میشم. های تو هم بله گفتی. جواب قشنگی دادیم. بهت افتخار میکنم، ازت ممنونم. برای صحبت در مورد جزئیات تو اتاق جلسه منتظرت. دقیقاً. کاش یه سوال قشنگ میپرسیدی. احتمالاً الان وقتش نبوده. احتمالاً. بله جیدا جون. الانم میخواد چهره مودامو بشه. اونم برای 5 سال. جیدا میشه آروم باشی؟ من اصلا نمیفهمم چی داری میگی. کرم میخواد عایشه چهره مودامو بشه. قراره 5 سال چهره مودامو بشه. فکرشو بکنید. باشه من حواسم بهشون هست. آروم باش. ببین لطفاً آروم باش. یعنی اینجوری هول کردن برای کسی فایده ای نداره. برو برو به کارت برس. باشه باشه. میبینمت. بفرمایید مامان خانم. تو با کی بودی؟ با تو. از این به بعد برای همچین مادر شوهر همچین عروسی میشم. دیگه تو رو مادرم حساب نمی کنم. پس آقا رضای شما کاملا بی تقصیره و من همیشه بد بودم آره؟ پس اسمم مادر شوهر شد آره؟ منم دیگه بهت دخترم نمیگم، عروس میگم. حالا میبینی؟ ها آره مثلا دخترت بودم. یعنی واقعا تو یه بارم شده که منو دخترت میدونستی؟ نظمی تو خیلی نمک به حرومی. آره دیگه مادر شوهر رو نمیشه راضیش کرد. خوش اومدی پسرم. خوش اومدی عزیزم. خوش اومدی بابا. خیلی ممنون. رضا چقدر خوشحالم کردی. وایسا دختر. مامان جون این مال توه. بیا بیا. وای پسرم چرا اینقدر خرج کردی؟ بابا این همه علکی خرج میکنیم، تو به این کارا کاریت نباشه. بگیر ازش استفاده. چقدر چیز قشنگیه. رنگش هم خیلی قشنگه. ازت ممنونم. مامان بایزک بیار منم ببینم. ببین مبارکت بشه مامان بایزک. ممنون پسرم. نظمیه تو هم به مامانم کمک کن. اون فیس چیه اونا رو دانلود کن، عکس و اینا رو یاد بده بتونی. من بلد نیستم اصلا، گوشی من مدلش قدیمیه برای همین. آخه نظمی مگه چیزی هست که تو بلد نباشی؟ تو مگه چیزی هست که سر در نیاری؟ به خدا من نمیتونم، خودتون حلش کنید. آها ای بابا این چقدر خوشگله. پسرم خیلی گرونه. مامان جون چی کار داری؟ برو استفاده تو بکن. به خدا خیلی خوشگله.
همه چی آماده است مگه نه؟ همون لباسی که بهت دادم. همه چی آماده است. همه اکسسوریایی که باید ست بشن و کفشا همشون آمادن. دست به فرمان شما. چی باید بپوشم؟ کاش خودم هم میدیدم. نشونت میدیم. بریم تو را نشون. خب بریم باشه. همه چی آماده است. اما تو مطمئنی واقعا می‌خوای بریم تو بوغاسلیان عکاسی کنیم؟ مطمئنم داداش، مطمئنم. خیلی خوب میشه. از خود ما متفاوت‌تر. مثل عایشه، مثل مدام. من باور دارم که عایشه این حسو منتقل می‌کنه. شعارمون هم همین میشه. در ضمن تو مغزم یه نقشه هایی کشیدم، آخرش دیوونه وار خواهد بود. بیا ببین. زود باش، زود باشیم بریم. متوجه شدم. باشه باشه، میفهمم. روزتون بخیر. چی شده؟ جید و خانم اینا وقتشون پره. آها درسته، نمیشه بگیم الان بیاید. همه دارم کار میکنم، قبلا باید هم آینی. خیلی خوب، شما بزنی زدانتون ادامه بدید. بله ببخشید، عذر میخوام. الان وای آرکوت، آرکوت خواهشم به اون دست نزن، به من سپردن. یه موقع تنظیماتشو به هم میزنی. نگران نباش، وایسا ببینم. خدای من اینو میبینی؟ آخرین مدل ها. ببین این خوبه اما لنزش به درد نمیخوره. حق جستو درست ادا نمیکنه. منظورت از لنز چیه؟ لنز؟ عدسی دیگه. یعنی از اینجا نور میره و وارد لنز میشه. همونطور که گفتم قالبش خوبه اما لنزش مالی نیست، مایی نمیشه کار کرد. باشه ارکوره، قد عکس نگیر، فهمیدیم. باشه ببین اینو میبندم، حواستون به این باشه، خیلی گرونه. به خدا راست میگم. این مال شما. همه وقتشون پره. تازه بعد بیرام میگن مگه داری لامجون سفارش میدی؟ آره خب دقیقاً، یکم هم حق با اوناست. تو لیست منم کسی نمونده. جیده خانم برای عکاسی آماده ایم. باشه یکم صبر کنیم. یه دقیقه، ما چرا نشستیم فکر میکنیم؟ ولکان بگیره، ولکان بیاد عکسا رو بگیره و کارو تموم کنه. آره دیگه دقیقاً. بابا از اول میگفتی دیگه. من دیگه سوال نمی کنم. دیگه سوال نمی کنم. ولکان تو باید بمونی. نه نمیمونم. عکاس پیدا نکردیم، باید عکاسی رو انجام بدی. اول باید کار ما رو بکنی. من موهای اینو میگیرم و موقع کشیدنش قشنگ بهش میفهمونم و یادش میدم که چطوری با ولکان حرف بزنه. حتی فکرشم حالمو جا میاره. ما بیرون عکاسی داریم، ولکان نمیتونه بمونه. باشه تموم شد بیا. احتمالا ما کارمون طول میکشه، اصلا مشخص نیست. اصلا مشکلی نیست، تو کارتو تموم کن بعد از اون کار اینجا رو شروع کن. یعنی چی میخوای؟ بیچاره 24 ساعته داره کار میکنه، ولکان نمیتونه بیاد. آره به خدا راست میگه، یه وقت استراحت بهم بدیم، من که برده نیستم. این معنیش چیه؟ اینه که برنامه ریزی تو درست انجام بدی و با آدمای مثل خودت کاراتو انجام بدی. بودین بودین دیرمون شد. داداش همونطور که گفتم در اصل خیلی ساده است. اینم برنامه عکاسیمونه. حالا اینجام شماره داریم، مثلا کدوم صحنه رو کی باید بگیریم، کدوم کادر رو کی باید بیاریم و فلان. حتی این دست خودت بمونه. تو هم میتونی بفهمی که ما داریم اینجا چی کار میکنیم. خب؟ باشه بده ببینم. به من توجه کنید. الو با شما. اون بازیا رو سرتون خراب میکنم. باشه داداش من حرف میزنم، بذار ناراحتی پیش نیاد. سلام به همگی. سلام. ما یکم بعد برنامه عکاسی داریم، برای همین از شما خواهش میکنیم موقع کار عکاسیمون. چی میگی؟ من بهت گفتم با اینا نمیشه اینجوری حرف زد. چیه؟ بشی ببینم. ای بابا گوش بدید، اینجا عکاسی انجام میدن، حق ندارید هر موقع خواستید حرف بزنید، هرچی بهتون گفتن انجام میدید، مفهومه؟ حق ندارید صف بکشید نگاه کنید، حق ندارید مثل یه تصادف به این زور بزنید، فهمیدید؟ مفهوم شد. خوبه خوبه. به چند تا از اینا نیاز داری؟ آره اما یکم عجیب نشد؟ نه بابا پسر، اینا بابشکن میان. کسی هست بخواد بازی کنه؟ منم. بیا انتخاب کن. باشه حالا که حق انتخاب آره دارم. بیا داداش تو خیلی دوست داشتنی، بیا. منم. برو وایسا. خیلی خوب داداش تو هم بیا. میشه منم انتخاب کنی؟ آرزوام برآورده بشه، خواهش میکنم. آره اون
مو بلنده تو. ایول وای رویان واقعی شد. ببین انرژی این به درد میخوره. آره داداش تو دقیقه. خیلی خوب بیا تو هم بیا. آها. ببینم خوبه همینقدر کافیه. آه. تو هم بیا بذار چهارتامون تکمیل بشه. خیلی خوب. چی من؟ تو هم بیا باشه بیا. نه بابا پسر. تو هم باید باشی. نه بابا پسر من از اون کارا سر در نمیارم. آهش میکنم بیا خوبه در آینده ببینیم چی میشه. اگرم نشود چاپ میکنیم یه جای خوب میزنی به دیوار. بیا دیگه. بله خب. باشه حالا که میگی خاطره میشه چرا که نه؟ باشه میام. باشه. میام. خیلی ممنونیم از شما. اوا خاله یلدا جون. جیدا جون چیزی شده؟ نگفته بودید که میخواید بیاید. آه نه نه چیزی نیست همینجوری خونه داشتم خفه میشدم گفتم بذار بیام از دهن کرم یکم حرف بکشم اما تو اتاقشم پیداش نکردم کجاست؟ متاسفانه اونو رفتن عکاسی از رانندهشون پرسیدم عکاسیشون رو تو بغازلاین انجام میدن. آه چه خوب پسر ساده ای منو تور کرد گوشت و سخونشم میخواد استفاده کنه خدا بده شانس. خب به کرم گفتم نرو ولی اصلا به حرفم گوش نداد خیلی مصمم بود رسما دو گروه شدیم اونا اونجا کار میکنن من اینجا حتی یه عکاسم پیدا نکردم دارم دست و پا میزنم. به هر حال تو آروم باش عزیزم رو کارت تمرکز کن در ضمن تو گوش به حرف من نده کرم یکم شبیه باباشه وقتی موضوع کارش باشه هیچ چیز شخصیشو باهاش قاطی نمیکنه اون رفته اونجا کارشو انجام بده. اگه بدونید من اینجا چیا میبینم وقتی به این فکر میکنم خیلی سخته که با این واقعیت بخوام زندگی کنم خیلی برام سنگینه. آیشه هر کاری از دستش برمیومد کرد کرم عاشق خودش کرد اگه ببینید کرم چجوری بهش نگاه میکنه چطوری ازش محافظت میکنه خواهش میکنم شما یکم کرم رو تماشا کنید اون موقع میفهمین من چی میگم. ای به خدا قلبم سنگین شده تو خونه که آرمو قرار نداشتم الان اینجا هم داره منو خفه میکنه به هر حال من برم اونجا برم ببینم اونجا دارن چی کار میکنن. خب اما تو هم باید رو کار تمرکز کنی فهمیدی؟ مجبورم مگه نمیبینی تک و تنها موندم خودم باید همه کارا رو بکنم ولکانم از دست دادم با اونا رفت. ای عزیز دلم باشه اصلا هول نکن خب باید آروم باشیم خودم این کار حل میکنم. باشه میبینم میبینمت. گنچه اگه قرار بود با نصیحت‌های تو زندگی کنم تا هزار سال بی‌آبرو بودم. آیشه خانم من برم یه وسیله بیارم بیام. ببین من با توجه به تجربه‌های گذشتم میگم اینجا داره یه اتفاقایی میفته. اون و ولکان از صبح دارن به همدیگه چشمک میزنن همش با چشاشون حرف میزنن این عکاسی در واقع بهانه است. ببین مطمئنم اعتراف میکنه حالا میبینی اگه عشقش رو بهت اعتراف نکنه دیگه به من گنچه نگو فهمیدی؟ یعنی در اصل یه آدم اگه بخواد از تو طلاق بگیره میاد تو رو چهره 5 ساله شرکتش بکنه. بابا این میخواد بگه تو آینده منی مگه غیر از اینه ها؟ خب آره برای منم یکم عجیب میومد البته اگه چیز مثبت فکر کنم. آره ببین وقتی کرم خواست حرف دلشو بزنه یه جوری نگاش نکن انگار زبونتو قورت دادی یهو ماتت نبره ها. بابا معلوم نیست تا بخواد به این مرحله برسه چند کیلو اسفند دود کرده جسارت بیچاره رو نشکن فهمیدی؟ آی قنچه اگه ما بخوایم با حرفای تو کاری انجام بدیم باید بهت بگم که حرفات داره حالمو خراب میکنه روم تاثیر بد میذاره. من که نگفتم من فرشته توام من تو رو برای آخر این قضیه آماده میکنم یعنی با روانشناسی سعی میکنم تو رو با واقعیت رو در رو کنم. اوکی ترزم همینجا می نویسم اعتراف می کنه. ببین من مطمئنم دختر آه ببخشید چیزه این انرژی کرم منم هیجانی کرده میگم نکنه من با ولکان بد کردم. خب البته اونم کم نمیاره ها اما منم عکس العمل نشون دادم بعدش همه چی قاطی شد بذار من برم خودم رو براش لوس کنم. میگم چطوره ما چهارتایمون با هم جمع شیم و فیلم نگاه کنیم یا با هم بازی کنیم ها؟ آخه چی میتونه تو این زندگی قشنگتر و لذت بخشتر از این کارا باشه؟ Ha ha ha.